خوش آمدید. ناتو باید در برابر چالش‌های امنیتی افغانستان پیروز شود. فرمانده جدید ناتو در اروپا با ابراز این مطلب میگوید دستاوردهای 10 ساله نبرد ناتو در افغانستان برای این پیمان با ارزش است و اعضای ناتو در حفظ آن باید تلاش بیشتر کند. باز هم ظاهر قادری گزارش می‌دهد. بانک روند خروج و انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان ادامه دارد. فرمانده نیروهای ناتو در اروپا میگوید کشورهای عضو ناتو نباید تلاششان را در جریان آمادگی برای خروج از افغانستان کاهش دهند. این فرمانده چهار ستاره ناتو همچنان یادآوری میکند که چالش‌های دشوار در سر راه قرار دارند که ناتو باید در برابر آن در ماموریت افغانستان پیروز شود. انتقال موفقانه مسئولیت ها با چالش های گسترده به همراه خواهد بود و برای عملی ساختن پلان ها به عزم قوی و رهبری استثنایی نیاز است و ناتو باید برای حفظ دستاوردهای 10 ساله در افغانستان مبارزه کند. این فرمانده ارشد ناتو در اروپا همچنان میگوید در مورد اوضاع افغانستان بی تفاوت نخواهند نشست و با چالش های این کشور مبارزه خواهد کرد. چیزی که ما از عهده‌اش برآمده نمی‌توانیم این است که بعد از تغییر اوضاع در افغانستان راحت بنشینیم و دستاوردها و همبستگی‌های بزرگ را از دست دهیم. اعضای این پیمان نظامی باید به صورت ماهرانه با چالش‌ها برخورد کنند تا اطمینان حاصل شود که متحدین ناتو توانا و مؤثرند. این در حالی است که قرار است دور پنجم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان تا دو ماه دیگر آغاز شده و تا پایان سال جاری میلادی نیروهای افغان مسئولیت سر تا سر افغانستان را به دوش گیرند. و مجلس سنا از فراخواندن وزیر مالیه برای پاسخگویی به اعضای این مجلس منصرف شد. هفته پیش و به دنبال اظهارات عمر زاخیلوال وزیر مالیه مبنی بر متهم کردن شمار از اعضای مجلس نمایندگان به قاچاق و فساد، مجلس سنا با اکثریت آرا فیصله کرد که وزیر مالیه برای توضیحات در این مورد به این مجلس بیاید. اما به دنبال افشاگری دیروز وزیر مالیه، مجلس سنا امروز با اکثریت آرا از فراخواندن وزیر مالیه منصرف شد. به گفته رئیس مجلس سنا پس از این افشاگری پاسخ پرسش‌هایشان را دریافتند و نیاز به فراخواندن زاخیلوال به این مجلس وجود ندارد. حال هم مطلب از دنیای اقتصاد. ژاپن موافقتنامه کمک 106 واسطه سنگین حفظ و مراقبت جاده ها را با وزارت فواید عامه امضا کرد. ارزش مجموع این وسایط بیش از 30 میلیون دلار می باشد که از کمک های بدون بازپرداخت ژاپن صورت گرفته است. وزارت فواید عامه می گوید این وسایط را پس از تحویل گرفتن به جاده های بیشتر آسیب پذیر در کشور تقسیم خواهد کرد تا بتواند حداقل مشکلات مردم به ویژه در سرمایه زمستان را برطرف سازد. همکارم عبدالوکیل نایبی گزارش می‌دهد. به اساس این توافقنامه ژاپن 106 ارزش واسطه سنگین از جمله 25 لودر، 25 گریدر، 25 دمترک، 25 اسکاواتور و 6 برفاکون را که هزینه آن بیش از 30 میلیون دلار می‌شود خریداری می‌کند. وزارت فواید عامه میگوید 60 نقطه آسیب پذیر و دشوارگذر در افغانستان وجود دارد که از جمله 25 منطقه آن بیشتر در فصل سرما مشکل آفرین است و این وسایط به همین 25 نقطه در ولایت‌های کابل، میدان وردک، غزنی، پکتیا، لوگر، پروان، بامیان، دایکندی، غور، بادغیز، بدخشان و بغلان استفاده خواهند شد. تعداد وسایطی که فعلا اشاره کردیم و خریداری میشه این تقریبا حدود 106 واسطه، تمام از این نقاط که پیشتر اشاره کردم به این نقاط سبل و بور تقسیمات خواهد شد. ما توسط قراردادهای خیلی شفاف این ماشین‌آلات را خریداری میکنیم و بعد از آن زمینه آموزش‌های فنی آن را برای کارمندان این وزارت فراهم خواهیم ساخت تا بتوانند به گونه مناسب از آن استفاده کنند. قرار است روند تحویل دهی این وسایل تا سپتامبر 2014 میلادی به پایان برسد. قبل از این نیز ژاپن 8 واسطه برفاکن را به وزارت فواید عامه کمک کرده است. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 54 افغانی و 80 پول، یک یورو 70 افغانی و 70 پول، پوند انگلیسی 82 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات 14 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 500 افغانی و 60 پول،
و 1000 کلدار پاکستانی 557 افغانی. فردا کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 26 پایین ترین 11، هرات آسمان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 36 پایین ترین 17، مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 18، جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 33 پایین ترین 21، و سرانجام شهر کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 36 پایین ترین 17 درجه پیش بینی شده است. و مجموعه خبری این ساعت به پایان رسیده است. همراهیتان سپاس میکنم. شبتان خوش. ایام دارتان.